باریکلا به این توماماسوکی ژاپنی که حقش رو کف دستش گذاشت. آره اینا که بمانند، اما چه میکنه این دفاع؟ یا عجب گلی میزنه این فوروارد. اولا اینا تک کلامای آقای فردوسی بوده، شما با تقلید این جملات نمیتونی همتراز کسی بشی که اینا رو استفاده کرده. به هر حال او که میگه یه شیرینی ویژه خودش رو داره. شما هم برید پیدا بکنید، تک کلام گیر بیارید، زحمت بکشید و این لحن رو یه مقداری، اینو من معذرت میخوام که اینجوری میگم، یه خورده مؤدب کنید. ادعایه چه ادعایی کرده که شما میگی ادعایه رو دریبل زد با اون همه ادعا؟ ادعایه یه بازیکن بزرگیست، دروازه‌بان قرن آسیا انتخاب شده. یعنی ناصر ما در انتخابات فدراسیون آسیایی فوتبال به اصطلاح AFC بعد از ادعایه بهترین دروازه‌بان قرن آسیا انتخاب شده. اون وقت شما میگی ادعایه با اون همه ادعا، ادعایه 40 سالشه باید بازنشست بشه، حالا حتما یه به خاطر پولی که میگیره. تازه چه ادعایی کرده ادعایه که شما میگی با اون همه ادعا؟ باید اشاره بکنم که مثل کرمان واقعا بازی خوبی کرد، به خصوص دوتا فوروارد برزیلیش دوتا گل تماشایی زدن که ملاحظه کردید. اما در ادامه بازی بحث داوری هم انجام شده بود. اولا بسیاری از این دوستان که در این مباحث شرکت میکنند خیلی جاها رو که نگاه میکنی میبینی که از اعراب به هر حال اطاعت میکنن، احترام میگذارن، اسمشون رو میگن، توی تعطیلات هست، کلی خیابون به اسم مثلا فلان آخوندیه که در عراق کشته شده، چه میدونم اینا رو که ما که نمیذاریم، که شما میذارید. اما اینی که شما میگویی اگر داور عرب بود، خب داور عرب مسلمان هم هست دیگه، شما در واقع داری میگی که داور عرب مسلمان اگه بود این بازیکن بیرون نمیکرد چون انصاف نداره، اما داور ژاپنی داره. ما نفهمیدیم. شما یه جا میگی امت خوب اسلام که بخش اعظمش همین عرب هستن، یه برم میگی اینا انصاف ندارن. اینو روشن بفرمایید که ما تکلیفمون رو متوجه بشیم. ضمن اینکه بارها اشاره میشه که اسد و الاهلی اگر جوان مردان بازی بکنند نتیجه بازیشون باعث خواهد شد، یعنی اگه با هم تبانی نکنند نتیجه بازیشون باعث خواهد شد که مثل کرمان بره بالا. جالبه بدونید که مثل کرمان صعود کرد فقط به یک خاطر، و اون این بود که در دقیقه 94 اون مسابقه اسد گل مساوی رو خورد. یعنی دیگه از این جوون مردونه تر نمیشه. من نمیخوام دفاعی از اونا بکنیم، ما تکلیف اون روشنه با اون دوستان، ولی اینی که شما بگی که نه این داوری اگه اون بود، افراد خودشون شخصیت دارن. شما یه داوری، داورای عرب، داور ژاپنی، اینا هم داورن، هر کسی رو بر اساس عملی که انجام میده انسان میاد به اصطلاح بهش ارج میگذاره یا اینکه میارتش پایین. یه داوری توی مسابقه یه بازیکنی رو بیرون کرده، این چه حجتیست که شما میاری میگی اگه فلان داور دیگه، حالا عرب عجم هرچی، اگه اون بود این کار نمی کرد؟ این که نه قابل اثباته، باعث نمیدونم چی بگم. اما بعد از این مسابقه یک شرایطی پیش آمد که نیم ساعت مونده بود تا بازی العین و سپاهان. در این مدت نیم ساعت بحثی بود در استودیو که در واقع مجری بسیار مؤدب برنامه، یعنی مزدک میرزایی فوق‌العاده جوون مؤدبی هست. و بگم من گاهی هم اگر یه چیزی از گزارشگرا میگم اینا اصلا جنبه فردی نداره، اولا دیگه از من گذشته که بخوام برم گزارش کنم، اما برای من
با اینکه در واقع چگونه گفتن مهمه، ولی چه گفتن به نظر من برای جامعه ما الان به مراتب مهمتر از چگونه گفتنه.